سرعت نسبی، پدیده بسیار جالب، دیدنی و البته نزدیک بود گالیله رو به کشتن بده. ماجرا میدونی چیه؟ ببینید بچه ها، مغز ما طوری طراحی شده، خداوند مغز ما رو طوری خلق کرده که اگر در حال حرکت باشه، بخواد خودش به آرامش برسه، سرعت خودش رو حذف میکنه و به دیگران نسبت میده. حتما براتون پیش اومده، تو قطار نشستی، تو عالم خودتی، یه لحظه احساس میکنی درخت و تیر برقا از کنار ریل دارن میرن به سمت عقب، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که ما داریم حرکت میکنیم، ولی چرا فکر میکنیم اونا دارن حرکت میکنن؟ یا چرا بشر اولی وقتی به آسمون نگاه میکرد، ماه و ستاره ها و خورشید همه داشتن دور زمین میچرخیدن؟ آره اونا حرکت میکنن، ولی مطمئنا به دور زمین نمیچرخن. گالیله بدبخت هم همین حرفو میزد، گفتن نه تو داری کفر میگی، باید بسوزونی. چرا اینطوری بود؟ به خاطر اینکه زمین دور خودش داره میچرخه. وقتی ما به آسمون نگاه میکنیم، ما خودمون رو ساکن فرض میکنیم، بعد فکر میکنیم اون داره حرکت میکنه. آسمون در حال چرخشه، ستاره ها دارن میچرخن، من میدونم اونا در حال حرکت هستن، ولی به دور زمین نمیچرخن. یا فیلم کلا قرمزی قسمت اولش یادتون هست بچه ها؟ بعد اونجا رفتی تو تعلیم رانندگی، به سرعت داشت میره به سمت دیوار، میگوی این دیفاله چرا اینقدر تون میاد سمت ما؟ یادتونه؟ چرا این اتفاق میفته؟ برای ما هم رخ داده، تو جاده داریم میریم، ماشینای جلوی وقت ترمز میزنن، ولی یه لحظه فکر میکنیم ماشینا دارن عقب میان. این پدیده رو بهش میگن سرعت نسبی. به خاطر اینه که وقتی ما در حال حرکت هستیم، ما به عنوان ناظر خودمون رو ساکن فرض میکنیم. پس حرکت یک متحرک نسبت به متحرک دیگر بهش میگن سرعت نسبی. پس ببینید بچه ها، سرعت یک متحرک نسبت به متحرک دیگر را سرعت نسبی میگوییم. حالا یه سوال برام پیش میاد، من چجوری میتونم سرعت نسبی رو حساب بکنم؟ ماجرای سرعت نسبی در مسئله ها چیه؟ وقتی که در مسئله به شما میگن سرعت یک متحرک نسبت به متحرک دیگه چیه، یعنی در واقع دارن از دید ناظر دیگه میپرسن. شما اولین کاری که باید انجام بدید، باید اون ناظر رو مشخص کنید، چون این سرعت از دید افراد مختلف متفاوت هست. پس من با یک مثال ساده میخوام سرعت نسبی رو براتون نشون بدم، دلم میخواد خوب گوش بدید. نگاه کنید بچه ها، شما تصور کنید دو تا اتومبیل آبی دارن به سمت هم میان. اتومبیل آب با سرعت 30 متر بر ثانیه داره میاد، اتومبیل بی با سرعت 20 متر بر ثانیه. این 30 متر و 20 متر رو کی داره میگه؟ من کیم؟ ناظر بی طرف. منی که بیرون وایستادم، جفتشون رو دارم میبینم، هر دوشون دارن حرکت میکنن، به سمت هم دارن میان، دارن نزدیک میشن به هم. حالا اگر من بگم سرعت بی نسبت به آ چقدره، ناظر میشه راننده اتومبیل آ، اون باید نظر بده، اون باید بگه که سرعت اتومبیل بی رو چند میبینه. و اگر بگم سرعت آ نسبت به بی چقدره، بی میشه ناظر. اگه بگم سرعت من نسبت به شما چقدره، شما میشین ناظر. اگه بگن سرعت شما نسبت به من چقدره، من میشم ناظر. اگه بگن سرعت دیوار نسبت به کلا قرمزی چند بود، کلا قرمزی باید جواب بده سرعت چنده. خب الان فرض رو برای این بذارید، من میخوام سرعت بی رو نسبت به آ حساب کنم. پس ناظر کیه؟ این دوستمون که تو ماشینش نشسته. آ ناظر چیکار میکنه؟ خودش رو ساکن فرض میکنه، یعنی همیشه سرعت خودش رو صفر میبینه یا دوست داره صفر ببینه. خب بعد از اینکه این ناظر خودش رو صفر دید، سرعت خودش رو چیکار میکنه؟ سرعتش رو ور میداره، وارونه میکنه، میده به این. پس ببینید بچه ها، این دیگه خودش رو ساکن میبینه، سرعتش رو ور میداره، جهتش رو برعکس میکنه، میده به اتومبیل بی. حالا اتومبیل بی از دید اون چند تا سرعت داره؟ دوتا، یکی سرعت 20، یکی سرعت 30. هم جهتن یا خلاف جهت؟ هم جهت. برایان بگید ببینم، با هم جمع میشن. پس وقتی وپریمش رو حساب میکنیم، یعنی سرعت نسبیشو، میشه 30 به علاوه 20، جواب برابر میشه 50 متر بر ثانیه. بعد شروع میکنه بعد بیرا گفتن من نمیدونم چرا اینقدر تو جاده تون میان، میخوان سر ببرن، کجا میخوان برن، چرا اینقدر عجله میکنن؟ همینان که باعث تصادف میشن ها، ولی غافل از این که بیشتر این سرعت 5 متر بر ثانیه که داره مشاهده میکنه مال خودشه. خودش سرعت 30 متر بر ثانیه بود، ولی فکر میکرد ساکنه و اونی که داره با سرعت به سمتش حرکت میکنه. این پدیده رو بهش میگن پدیده سرعت نسبی. جالب شد، حالا روشم یاد گرفتیم، داشتم سوال حل میکردم روشم توضیح دادم، گفتم این مراحل رو انجام میدیم، اون مراحل رو دقت کنید. پس وقتی ما میخوایم سرعت نسبی رو حساب کنیم، یک، اولین کاری که انجام میدیم ناظر رو مشخص میکنیم. مرحله دوم چیکار میکنیم بچه ها؟ ناظر خودش رو ساکن فرض میکنه. پس
ساکن میگیریمش، سرعتش رو صفر میکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ سرعتش رو وارونه میکنیم، میدیم به متحرک دومی که ما داریم نگاهش میکنیم، بعد ازش میایم برایند میگیریم. البته یادون باشه همیشه ممکنه هم جهت نباشن، همیشه خلاف جهت نباشن، هر حرکتی داشته باشه اصلا مهم نیست، شما میتونید به راحتی به این روش برایندشو بگیرید. یه مثال دقت کنید. در شکل زیر سرعت B نسبت به A چند متر بر ثانیه است؟ ما یه متحرک A داریم 30 متر بر ثانیه، یه متحرک B داریم 20 متر بر ثانیه، در یه جهت دارن حرکت میکنن تو یه جاده. حالا صورت سوال میگه متحرک B نسبت به A، یعنی ناظر رو کی تعریف کرده؟ آفرین، A میشه ناظر ما. پس من برای حلش میام این کارو انجام میدم. اول ناظر رو مشخص میکنم، ناظر خودش رو ساکن فرض میکنه، وقتی ساکنش کردیم سرعتش رو برمیداریم، وارونه میکنیم، میدیم به این. پس این رو وقتی برداشتیم ساکن شد، وارونه میدیم به متحرک B. حالا این دوتا با هم همجهتن یا خلاف جهت؟ خلاف جهت. پس وقتی وپریم رو میخوام بنویسم، 20 منهای 30 جواب برابر میشه با چند بچه‌ها؟ منهای 10. این منهاش یعنی چی؟ یعنی از دید متحرک A، متحرک B داره در خلاف جهت حرکت میکنه. پدیده جالبی هست. دقت کنید بچه ها. من تو جاده دارم میرم، دوستم جلوتر هستش. سرعت من از اون بیشتره. یعنی این 30 متر بر ثانیه بود، این 20 متر بر ثانیه. من داشتم به اون نزدیک میشم. یعنی متحرک A داره میره به سمت متحرک B. شما که از بیرون نگاه میکنید، متحرک A سرعتش 30ه، متحرک B هم سرعتش 20ه. اما بچه ها، راننده اتومبیل A اینجوری نمیبینه ها. اون فکر میکنه ساکنه، نه تنها این به سمت اون نمیره، بلکه متحرک B داره با سرعت 10 متر بر ثانیه دند عقب میاد و به سمت اون داره میاد. ولی واقعیت هم این نیست. این پدیده رو اصطلاحا بهش میگن سرعت نسبی. سرعت نسبی مسئله های خاص داره، یه سری مسئله های عام هم داریم. یعنی در بعضی از مسئله ها شما میتونید برای حل بعضی از مسئله حرکت شناسی ازش استفاده کنید. به این سوال توجه کنید. اتومبیل A با سرعت 30 متر بر ثانیه به طرف شمال و اتومبیل B با سرعت 40 متر بر ثانیه به طرف شرق در حرکت است. سرعت اتومبیل A نسبت به B چقدر و در چه جهتی است؟ خب اولین کاری که انجام میدیم شکل مسئله رو میکشیم. یه اتومبیل داریم A با سرعت 30 متر بر ثانیه به سمت شمال داره حرکت میکنه، اتومبیل B هم داره با سرعت 40 متر بر ثانیه به سمت مشرق حرکت میکنه. خب کاری که ما انجام میدادیم این بود که اول ناظر رو مشخص کنیم. ناظر کیه؟ ناظر کسی که صورت سوال از ما میپرسه نسبت به اون. وقتی میگه اتومبیل A نسبت به B سرعتش چقدره، پس B میشه ناظر. ناظر خودش رو ساکن فرض میکنه. وقتی ساکن فرض کرد، سرعتش رو ور میداره، وارونه میکنه، میده به اون. پس من این سرعت رو ور میدارم، وارونه میکنم، میدم به این. حالا این دیگه حرکت نمیکنه، یعنی فکر میکنه خودش ساکنه و این داره تحت تاثیر این دو تا سرعت حرکت میکنه. از این دو تا من برایند میگیرم. برایندش میشه این بردار سبز رنگی که اینجا مشاهده میکنید. خب بگید ببینم الان این وپریم سرعت نسبی هست، جهتش کدوم وریه؟ اگر این شمال باشه این غرب باشه، قطعا این میشه شمال غرب. حالا کاری که من باید انجام بدم، جهتش که مشخص شد، باید وپریم رو به دست بیارم. خب وی آر رو دارم، وی بی رو دارم، پس میتونم وپریم رو حسابش کنم. کاری که انجام میدم اینه، وپریم برابر است با رادیکال وی آ به توان 2 بله وی بی به توان 2. عدد گذاری میکنیم، 30 به توان 2 علاوه 40 به توان 2. حاصل این عبارت چی میشه بچه ها؟ اگر جا گذاری کنید جواب برابر میشه 50 متر بر ثانیه. پس سرعت متحرک A از دید ناظر B 50 متر بر ثانیه، اونم در کدوم جهت بچه ها؟ در جهت شمال غربی. یه سوال بسیار بسیار ساده و قشنگ. دو متحرک با سرعت‌های 8 و V همزمان از فاصله 80 متری به طرف هم شروع به حرکت می‌کنند و پس از 4 ثانیه به هم می‌رسند. V کدام است؟ دانش آموزی که این سوال رو می‌خونه میگه شب دیدن فکر کنم قبلا حل کردی برام. آره. می‌خوام این بار به عنوان یک روش ازش استفاده کنم. یعنی صورت سوال سرعت نسبی از من نخواسته، ولی من می‌خوام برای حل این مسئله از سرعت نسبی استفاده کنم. میام چیکار می‌کنم؟ یه شکل ساده برای خودم می‌کشم. یه متحرک دارم شماره 1، متحرک شماره 2 در فاصله 80 متری قرار دارن. کرونومتر رو که می‌زنیم شروع می‌کنن حرکت کردن به سمت همدیگه و بعد از 4 ثانیه به هم می‌رسن. حالا این مسئله رو ما قبلا حل کرده بودیم. این بار میخوام از یه دید دیگه حلش کنم. این بار میخوام فرض رو بر این بذارم که متحرک شماره 1 به عنوان ناظر بشه. پس نگاه کنید، متحرک شماره 1 سرعتش 8 متر بر ثانیه است، متحرک شماره 2 V هستش. این بار ناظر خودش رو ساکن فرض میکنه، یعنی متحرک شماره 1 رو من ناظر میگیرم، فرض میکنم سرعت 0. حالا که سرعتش 0 شد، میام سرعتش رو ور میدارم، وارونه میکنم، میدم به این. پس این رو اگر ورداریم وارونه کنیم بدیم به این، اون دیگه ساکنه،
این یکی با سرعتی حرکت میکنه که وی به علاوه 8 چون با هم همجهتن. پس سرعت متحرک دو ما از دید ناظر شماره 1 میشه وی به علاوه 8. حالا چی میبینه؟ فکر میکنه خودش وایستاده و متحرک شماره 2 این مسیر رو داره طی میکنه میاد. البته بچه ها با سرعتی بیشتر، یعنی اون مقداری هم که قرار بود من حرکت کنم رو هم دوستم داره حرکت میکنه. یعنی من به جای اینکه دوتا متحرک داشته باشم یه متحرک دارم. متحرک شماره 2 قرار مسافت 80 متر رو با سرعت وی به علاوه 8 طی کنه. یعنی ما به جای دوتا متحرک یه متحرک خواهیم داشت. پس من برای حل مسئله‌ام به این شیوه عمل میکنم که متحرک ما در اینجا فاصله شون 80 متره، سرعت حرکتمون وپریمه که وی به علاوه 8 هست و همچنین فاصله شون هم 80 متره. بعد از چند ثانیه به هم میرسن؟ 4 ثانیه. پس به جای دلتا ایکس 80 میذارم، به جای وپریم وی به علاوه 8، به جای تی هم 4 ثانیه. اگر قرار بدیم 80 مساوی است با وی به علاوه 8 در 4. حالا اگر من بیام اینو ساده کنم، 80 رو با 4 ساده کنیم یا ضربش کنیم، 4 وی به علاوه 32، 32 رو میارم طرف اول از 80 کمش میکنم، جواب برابر میشه با 48 مساوی با 4 وی. حالا اگر وی رو بخوام به دست بیارم، 48 تقسیم بر 4، قطعا جواب برابر با چند خواهد شد بچه‌ها؟ 12 متر بر ثانیه. پس ببینید بچه‌ها، ما میتونیم از الان به بعد در مسئله های دو قلو، مسئله هایی که دو تا متحرک تو مسئله داشتیم، میتونیم یکی رو ساکن فرض کنیم، تمام پارامترهای اون رو بدیم به دومی، سرعتش رو وارونه کنیم بدیم به اون، حتی اگه شتاب دار بود شتابش رو صفر بگیریم، جهتش رو عوض کنیم بدیم به اون. این روش رو اصطلاحا هم میگن استفاده از سرعت نسبی در حل مسئله های حرکت شناسی. حواستون رو جمع کنید، فقط زمانی شما مجازین این کار رو انجام بدین که دو تا متحرک شما نسبت به هم وابسته نباشن، مستقل از هم دیگه باشن. ممکنه بپرسید یعنی چی وابسته نباشن؟ مگه میشه وابسته هم باشن؟ نگاه کنید، قایقی فاصله دو نقطه را در جهت جریان آب در مدت تی و در خلاف جهت جریان آب در مدت 7/3 تی طی میکند. سرعت قایق نسبت به آب ساکن چند برابر سرعت جریان آب است؟ من از شما یه سوال میپرسم، اگه من سوار یه قطار باشم، قطار در حال حرکت باشه، منم داخل قطار در حال حرکت باشم، آیا سرعت من نسبت به قطار وابسته است یا نه؟ بله. اگه من توی قایق باشم، قایق در حال حرکت باشه، آب رودخونه هم حرکت کنه، سرعت قایق به آب رودخونه وابسته هست یا نه؟ پس اینا رو نمیریم سرعت نسبی حل کنیم. درسته دو بحث نسبی دارم مطرحش میکنم، فقط میخوام نشون بدم بچه‌ها حواستون رو جمع کنید، اینا رو حق ندید به روشی که من گفتم حل کنید. پس با چیکارشون کنیم؟ ما خیلی ساده اول میام سوال رو تفسیر میکنیم که چی گفت. سرعت سوال میگه سرعت قایق نسبت به آب ساکن چند برابر سرعت جریان آب است. خب یعنی چی سرعت قایق نسبت به آب ساکن؟ یعنی چی؟ ببینید بچه ها، شما یه قایقی دارید، اگر توی دریاچه که آبش کاملا ساکنه، راکت هست، قرار بگیره، با موتور قایق شروع میکنه به حرکت کردن، سرعت قایق نسبت به آب ساکن معنا و مفهومش اینه، اون مقدار سرعتی که موتور قایق بهش میده ربطی به جریان آب رودخانه نداره. یعنی سرعت خالص خودش، چه آب حرکت بکنه چه آب حرکت نکنه. پس در واقع به زبان ساده و فارسی ایکاش اینجوری میگفت سرعت قایق چند برابر سرعت جریان آبه. ولی خب یادمون باشه سرعت قایق نسبت به آب ساکن که میگه یعنی سرعتی که موتور بهش میده بدون در نظر گرفتن جریان آب. حالا شما یه رودخونه رو در نظر بگیرید، یه قایق داخل اون داره حرکت میکنه. اولین چیزی که باید توجه کنیم قایق ما و رودخونه چجوری دارن حرکت میکنن. جهت جریان آب رودخونه رو میکشم، سرعتش هم میگیرم V1، سرعت جریان آب. حالا قایق من فاصله بین دو نقطه A و B رو در جهت جریان آب با سرعت V2 وقتی حرکت میکنه، زمانی که طول میکشه 30 ثانیه است. خب الان بگید ببینم سرعت قایق نسبت به آب آیا به هم وابسته هستن یا نه؟ بله. پس ما نمیدونیم سرعت نسبی، میگیم این دوتا هم جهتن، یه مقدار قایق خودش حرکت میکنه، یه مقدارم آب رودخونه اونو میبره. پس وقتی فاصله A تا B رو داره طی میکنه، دلتا ایکس یکمون برابر میشه با جمع سرعت ها ضرب در تی. حالا در قسمت دوم رفته مسافراشو پیاده کرده، بارشو خالی کرده، حالا داره برمیگرده. در برگشت چه اتفاقی میفته؟ من میام در حالت دوم قایق رو در خلاف جهت در نظر میگیرم، یعنی قایق داره برمیگرده. حالا آیا جهت آب رودخونه عوض میشه؟ نه، جهت آب که همون جهته.
اما جهت حرکت قایقمون عوض شد، با سرعتی که موتور حالا داره بهش میده، با سرعت ویدو داره برمیگرده. اینا هم جهتن یا خلاف جهت؟ اگه 10 متر قایق بره جلو، خب یه نیم متر هم برمیگرده، آب برش میگردونه. پس سرعت انتقالش از نقطه B تا A نسبت به حالت قبل کنتر میشه، یعنی جابجایی که در مرحله دوم طی میکنه میشه ویدو منهای V1 در زمان حالت دوم که صورت سال خودش گفته 7 سوم تیه. حالا بچه‌ها من اگر به این دوتا مسئله نگاه کنم یه نتیجه خیلی قشنگ میتونم بگیرم. اون چیه؟ دقت کنید بچه ها، حالت اول جابجایی بود ویدو بله V1 ضرب در T، حالت دوم جابجایی بود ویدو منهای V1 ضرب در 7 سوم T، یعنی موقع رفت زمان T، موقع برگشت همون مسیر زمان 7 سوم. ثبت کنید چی گفتم؟ همون مسیر. آفرین. اولین چیزی که الان من میتونم نتیجه بگیرم اینه که در این مسئله دو قلو چه چیزی مشترک هست؟ مسافت طی شده، مسیر رفت و مسیر برگشت از در مقدار با هم برابر هستن. پس من میتونم بنویسم دلتا x1 با دلتا x2 برابره. خب دلتا x1 که معلومه، دلتا x2 هم معلومه، وقتی طرف اولشون با هم برابره پس طرف دومشون هم با هم برابره. پس V1 به علاوه V2 ضرب در T مساوی با 7 سوم V2 منهای V1 ضرب در T. T با T ساده میشه، یه طرف هم وسط این کنیم ببینیم چی به دست میاد. 3 در این ضرب میشه 3 تا V2 به علاوه 3 تا V1 مساوی با 7 تا V2 منهای 7 تا V1. بچه ها این منهای 7 تا V1 میارم طرف اول میشه 10 تا V1، اونو بیارم به طرف اول میشه 4 تا V2. چی به دست میاد؟ 10 تا V1 مساوی با 4 تا V2. من میخوام ببینم V2 چند برابره V1 هست. اگر سادهش بکنیم جواب برابر میشه با 2.5 برابره V1. پس مسئله ما خیلی راحت حل شد، ولی یه نکته وجود داره. اون نکته رو خیلی باید حواستون رو جمع کنید که اگر اشتباه بشه دردسر بزرگی برای ما ایجاد خواهد کرد. اون چیه بچه‌ها؟ توجه. اگر سرعت دو متحرک به هم وابسته باشند، برای حل آنها از سرعت نسبی استفاده نمی کنیم. پس فقط سرعت نسبی رو برای حالتی استفاده می کنیم که دو تا متحرک مستقل از هم دیگه باشند. حالا اونایی که به هم وابسته هستن خیلی راحته. اگر جهت حرکتشون هم جهت باشه با هم جمع میشن، و اگر خلاف جهت باشه از هم دیگه کمشون می کنیم.